شالوم خداوند بر تک تک عزیزان دل خداوند. حالتون خوبه؟ همطور همراهان عزیز همیشگی کلیسای آلفا اومگا، امیدوارم که در شالوم و سلامتی خداوند باشید و بمانید. مقصد این پرستش عالی، ایمان دارم که بقیه روزمون مبارک و برکت یافته خواهد بود. همینطور که عزیزان فکر میکنم خیلی از واعظین و پیام‌آوران شاید ماهاست و سالهاست دارن این رو تکرار میکنن که ما در مقطع زمانی خیلی خاصی داریم زندگی میکنیم، انگار جهان و پیرامون زندگی ما دائما در حال نوسانه، در حال فروپاشیه، در حال اختشاشه. و اگه ندونیم که این خیلی طبیعیه، چقدر دچار ترس و دلهوره و تنش میشیم و دائم منتظریم که دوباره دوران ما مثل دوران گذشته باشه، ولی هرگز یه همچین چیزی نخواهد بود. و شاید خیلی دورانی که در پیش داریم و داریم به پیش میریم سخت‌تر و نوسانش بیشتر، اختشاشش بیشتر، تلاطمش بیشتر باشه. چرا که عزیزان ما در چرخه تقدیری طبیعی زمین هستیم. جهان ما داره به دوران پایانی خودش میرسه و کلام خدا در مکاشفه باب 21 آیه 25 که میگه که خداوند میخواد زمین تازه و آسمانی جدید پدید بیاره. آمین. و این دوران، مقطعی که داریم زندگی میکنیم، کلام خدا اسمشو گوشه شب، نیمه شب. نیمه شب چه اتفاقاتی میفته عزیزان؟ بیشتر اتفاقات ناگوار در نیمه شب میفته، به خصوص تاریکه، چشم ما نمیبینه، چقدر ترس میاد، ناامیدی میاد، پاهای ما ممکنه به چیزی بخوره، بخوریم زمین، انحرافات میاد. درسته عزیزان؟ کلام خدا اشاره میکنه که این دوران، دوران شبه، نیمه شبه. همینطور عیسی مسیح خداوند در یوحنا باب 9 آیه 4 میگه مادامی که روز است من مشغول کار فرستنده خود هستم، اما وقتی که شب بیاد در شب هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. در دوم تسالونیکی هم میگه دوست در شب میاد، نیست؟ شب ظلمانی. در این مقطع زمانی که ظلمت و شب داره جهان رو فرو میگیره، یه جوری هم به کلیسا داره رسوخ میکنه عزیزان، یکی از نشانه هاش اینه نفس تحتانی، نفس انسانی خیلی زیاد غلبه میکنه، چون در دوران شبه، نیست؟ سرد میشه، ولر میشه، تشنجی میشه، بالا میشه، پایین میشه، ناامید میشه، سرد میشه، دچار شک میشه. یکم مشخصات این دورانه. در این مقطع زمانی ما همینطور دنیای اطرافمون رو میبینیم، خانواده ها رو میبینیم و اخبار رو میشنویم، همه چی به وضوح داره میگه که ما در دوران شب، نیمه شب داریم زندگی میکنیم و همینطور قلیان نفسه، نفس اماره. من خودم بارها اینو شناختم که یه ذره از خودم غافل شم چقدر این نفس داره غلبه میکنه. و کلام خدا هم در دوم تیموتائوس خیلی به صراحت میگه، میگه در این زمانها گوشهای افراد از راستی دور میشه، اصلا نمیخوان کلام راستی رو بشنون، خارش گوش دارن، محبت ها سرد میشه و افراد ناموتی هستن، به خصوص ناموتی والدین، غرور، کینه دل، نامروتی چقدر زیاده. مخصوصاً اشاره کرده به افرادی که کم عقلن و چقدر دنبال تعالیم هستن، هر تعالیمو بر میدارن، از این بر به اون بر کشیده میشن. این در دوم تیموتائوس باب 3 خیلی بیشتر اشاره کرده. ولی یکی از خصوصیات شب و نیمه شب اینه که ما متوجه میشیم طلوع صبح نزدیکه. نمیدونم تجربه کردیم، مادرها به خصوص، من خیلی اینو تجربه کردم. یکی از بچه‌هام دچار تب میشد و نیمه شب بود، همونطور که
تکونش میدادم، همینطور که این سختی رو تجربه میکردم، ناله های او رو میشنیدم، همینطور پنجره نگاه میکردم، الان یک ساعت دیگه مونده، دو ساعت دیگه مونده، چون شب و بیماری تب تو شب خیلی بیشتر میشه، و چقدر بیتابانه منتظر صبح بودم. عزیزان نیمه شب علامت خوبیه، بازگشت عیسی مسیح، روبوده شدن کلیسا. اما برنامه خدا در این مقطع زمانی خاص برای کلیسا چیه؟ آیا خداوند کارایی میکنه که کلیسا رو بی خبر بذاره؟ هاشا، میگه من کاری نمیکنم، من این که در آموس میگه با نبیهای خودم صحبت کنم. و هفته پیش چقدر زیبا پاستور کلیسا برنامه خدا رو در این مقطع زمانی خیلی واضح بهش اشاره کرد، دعا و شفاعت. عزیزم خداوند کلیسا رو فرا میخونه که مشغول دعا و شفاعت باشن. آمین. این کلیسا رو در خواب غفلت فرو نمیبره. یه لحظه دعا میکنیم. پدر تو رو شکر میکنم و به یاد میارم عیسی مسیح خداوند زمانی که در روی زمین بود چطور در روح وجد کرد، چطور در یک لحظه در روح پر از شور و هیجان شد و گفت پدر، این مالک آسمان و زمین، تو رو سپاس میگویم که اسرار ملکوت خود را از دانایان، از خردمندان پنهان کردی، ولی از آنانی که مثل یک کودک هستن این راز آسمانی رو مکشوف کردی. باشه که منظور نظر تو بشه در نام عیسی مسیح. امروز هم اراده تو بر کلیسای مقدست بشه. ما قبل از اینکه دعا در خلوتگاه یاد نگیریم، دعای شخصی نداشته باشیم، هرگز نمیتونیم در مقطعی وسیع‌تر، در حوزه‌ای قوی‌تر مثل شفاعت پا بذاریم. هرگز نمیتونیم در یه بودی قوی تر بریم، چون شفاعت فرزندان فقط نمیخواد، بلکه پسران و دختران خدا میخواد. شفاعت یه نوع باروری از روح القدس. آیا یه کودک میتونه بارور بشه؟ آیا یه کودک میتونه زاد و ولد کنه؟ نمیتونه، نیست. کودک احتیاج داره تا بزرگ شه، به سن رشد برسه، تا از روح القدس باردار شه، تا درد ذهن بکشه، تا اون درد ذهن پسران و دختران خدا به هم برسونه. پس اولین قسمتی که کلیسای خداوند، یک شخصی که تولد تازه داره، احتیاج داره که خلوتگاه، رازگاه، حجره و مذبحی به نام خداوند داشته باشه. در متا باب 6 آیه 6 میگه لیکن چون تو عبادت کنی به حجره خود داخل شو، در را بسته پدر نهان بین خود را عبادت کن، تا پدر نهان بین تو را آشکارا پاداش دهد. آمین. تو هنگامی که در دعا میری در رو ببند، در رسانه های ارتباطی رو قطع کن، در رابطه های انسانی رو ببند و در حجره خودت برو و با خدای خودت ملاقات کن. آمین. عزیزان دعا اولین نشانه یه شخصی که تولد تازه یافته، دعا نشانه یه شخص نجات یافته است، اصلا محصول نجاته. دعا به منزله جان برای بدنه. اگه کلام خدا به منزله خوراکه برای یه بچه که به دنیا اومده شیره، دعا مثل یه حواس برای کسی که متولد شده، همطور که یه انسان باید خودش بخوره و بنوشه. عزیزان هیچ کس نمیتونه جای انسان دیگه‌ای بخوره و بنوشه، میتونه؟ همینطور یک انسانی که تولد تازه یافته خودش باید شخصاً غذاهای روحانی رو در این حجرگاهش تناول کنه. وقتی که تو در خلوتگاه میری در رو میبندی، عزیزان در اون دعای شخصی تغذیه میشی، جون میگیری، نفس میکشی،
با پدر یک رابطه پدر و فرزندی داری. آبای پدر بنده بودی، الان دوست شدی، فرزند شدی. اون حس پذیرفتگی در اون خلوتگاهه که در وجود تو رخنه میکنه، حس محبوب بودن، راز محبوب بودن. عزیزان اینجاست که شفا و آزادی تو از اون دوران ظلمتی که توش بودی شروع میشه. آمین. و میگه پدر نهانبین تو، تو رو آشکارا پاداش میده. از چه پاداشی؟ چه پاداشی؟ خدای ما خدای پاداش دهنده است. در اون حجرگاه، در اون نهانخانه دل، بزرگترین و پربهادرین پاداشی که تو میگیری، از ظلمت درونی خودت آزاد میشی، از این ظلمتی که در پیرامون دنیای ما داره رخنه میکنه و قلیصر میشه آزاد میشی. نظامی گنجوی چقدر زیبا میگه، از ظلمت خود رهایی ام ده، با نور خود آشنایی ام ده. نمیدونم کدوم کتاب بود، کدوم کلاس بود که اینو میخوندیم. ای یاد تو مونس روانم، بی نام تو نامه کی کنم باز، اگه درست بگم نیست؟ انگار داری میگی که ای خدا، من رو از اون تاریکی که در نفسمه غلبه داره میکنه، غلبه کنندگا، میگه هر که تا آخر غلبه کنه تاج رو میبرد، نیست؟ در اون خلوتگاه بر اون تاریکی نفست غلبه میکنیم. این نظامی گنجوی این دعا رو میکنه و نور معرفت تو، شناخت تو منو دربر بگیره. توماس اکپس یه الهیدانه، یک شخصی که در دوران 14 میلادی میزیسته، یه راهبه که خیلی سیر و سلوکهای خیلی روحانی با خداوند داشته، در اون تعمقات روحانی بسیار شناخت از خداوند به دست آورده. من این کتاب رو چسبوندم به کتاب مقدس سال هاست، اصلا خودم نمیتونم جدا کنم. خیلی جمله های قشنگی میگه، من چند تاشو نوشتم اینجا. نوشته هر قدر بیشتر به خلوتگاه خود بروی، شوق رفتن به آنجا در تو بیشتر میشود، اما هر اندازه که دیرتر بروی، بازگشت بعدی تو به آنجا دشوارتر خواهد شد. اگر به خلوتگاه خود وفادار باشی، آنجا صمیمیترین دوست تو خواهد بود و تسلی عظیمی خواهی یافت. مؤمن وقف شده در اون سکوت، در اون تنهایی، در حضور خدا از نظر روحانی رشد میکنه. کلام خدا ذهن او رو منور میکنه و اشکایی که در خلوت ریخته میشه پاکی روح به ارمغان میاره. و ادامه میده، امورات بی ارزش را به اشخاص فرومایه بگذارید. به حجره خود داخل شده، به خلوتگاه خود داخل شده و با عیسای محبوب خود ملاقات کنید تا راز محبوب بودن بر شما مکاشفه بشه. از کار حقیقی روح خدا بلا فاصله بعد از نجات اینه که یه اشتیاق برای خلوت گزینی با عیسای مسیح خداوند در ما به وجود بیاره. کسی که رابطه نداره، این ملاقات رو با خدا نداره، از هرگز نمیتونه بر اون ظلمت درونی، اون خودخواهی های درونیش غلبه کنه، نمیتونه محبت عیسی رو تجربه کنه، نمیتونه بچشه، نمیتونه قدوسیت رو درک کنه، ترس خدا رو درک کنه. در نهایت در اون تاریکی نفس خودش، اون نطفه شاگردی در اوست، نجات یافته عزیزان، ولی اون نطفه عقیم میمونه، نطفه شاگردی عقیم میمونه، سالهاست میره و میاد و هیچ بخشی از زندگی عبادتی ما مثل دعای شخصی، عزیزان دعای شخصی در اون خلوتگاه، نمیگم دعای کلیسایی، نمیگم دعای خانوادگی، خیلی برای ما آسون این دعاها رو داشته باشیم قبل از اینکه تو خلوتگاه بریم. اگه اونجا جون بگیریم و رشد کنیم، اون وقتی که میتونیم دعاهای شفاعتی داشته باشیم که بارو محصول به هم بیاره. هیچ بخشی از زندگی عبادتی مثل دعای شخصی مورد غفلت قرار نمیگیره. چرا؟ چون دعا موافق نفس نیست،
نفس دوست داره که از خدا فرار کنه، نفس دوست داره که با خدا تنها نباشه، چون خیلی چیزا در نور او هویدا میشه. از اون بزرگترین نبردی که عیسی در زندگی خودش کرد چه نبردی بود؟ دعا نیست؟ دعا بزرگترین نبرده برای زندگی ایماندار. بازم توماس اکوینس میگه دعا کردن و گناه، دنیا پرستی با همدیگه در یک قلب جا نمیگیره هرگز. یا دعا گناه رو در خودش خفه میکنه، یا گناه عزیزان، یا گناه ایستادن برای خداوند رو از تو میگیره و تو رو مجذوب دنیا میکنه. این نشانشه. همین الان عزیزان من خودم میتونم اینجا ایستادم با انگیزه های غلط موعظه کنم، انسان های بسیاری رو معلمان بسیار بشم، نصایح بسیار بکنم، در بیمارستان ها دائم برم به بیماران کمک کنم، خدمت های جور و جور، خدمت های اجتماعی، دیاکونی انجام بدم، ولی عزیزان یه یهودای اسخریوتی رو در خودم داشته باشم. یهودا کی بود؟ یهودا کی بود عزیزان؟ یه شخصی بود همه جا عیسی رو پیروی میکرد، با عیسی مسیح شام خداوند برمیداشت، یکی از شاگردان خداوند بود، با اون معجزات دیده بود. چه اشکالی داشت این مرد؟ فقط رابطه شخصی با خداوند نداشت، فقط هیچ خلوتگاهی با عیسی نداشت. من و تو متاسفانه، من اول همه من که بیشتر بر من داوری خواهد شد که اینجا دارم تعلیم میدم، من و تو متاسفانه خیلی راحت میتونیم دوچار خودفریبی بشیم، تمام اعمال مذهبی رو انجام بدیم، دائم بیایم کلیسا و بریم، خیلی فعالیت ها در جنب جوش باشیم، ولی از جنس عیسی نباشیم. و یه روزی با درد دارم میگم عیسی به من، به تو بگه تو رو نمیشناسم، تو رو نمیشناسم. چرا؟ چون هیچ رابطه شخصی با تو نداشتم، هیچ کانکتی، هیچ رابطه من و توی با تو نداشتم. اما عزیزان به ندرت پیش میاد که تو در خلوتگاه خودت بری، در رو به روی خودت ببندی و عیسی محبوبت رو ملاقات کنی بدون اینکه از ذات عیسی باشی. آمین. اینجاست که تو در اون خلوتگاه خودت، در اون نهانخانه دل خودت با خداوند وارد یک سطحی عمیق‌تر میشی. انگار در اون خلوتگاه درها و دروازه هایی به روی تو باز میشه که تو وارد کجا میشی؟ دعای شفاعت. دعای شفاعتی عزیزان هرگز در طول تاریخ دوران مسیحیت ندیدیم که تغییر و تحولی به وجود بیاد، چیزی که ارزش الهی داشته باشه، بدون اینکه افراد، یه قوم خدا در دعا و شفاعت بوده باشن. هرگز یه همچی چیزی نبوده. هرگز کلیسای خداوند با یه نفر، دو نفر شبانان بیداری روحانی نیومده مگه که قوم خدا با هم یک دل در دعا و شفاعت بوده باشن. در تمام اعمال رسولان این چرخه نیکو رو داریم میبینیم. باب 1 قوم خدا در دعا و شفاعت، هم باب 2 و 3 موعظه داره میشه، انجیل درخشان خداوند اشاعه میشه، افراد نجات پیدا میکنن. باب 4 کلیسا در دعا و شفاعت و استغاثه است. باب 5 و 6 موعظه کلام خدا داره اشاعه پیدا میکنه، روب مسکون داره شورونده میشه برای عیسی مسیح خداوند. روح خدا عزیزان، روح خدا انگار تمامی زمین رو با اون چشمای زیباش داره تردد میکنه تا مرد و زنی رو پیدا کنه که در شکاف بیسته، مرد و زنی رو پیدا کنه که قوتش رو بر او ساته کنه. اینو تو دوم تواریخ باب 16 آیه 9 میگه چشمای زیبای خداوند در تمامی جهان تردد میکنه تا مرد و زنی رو پیدا کنه که تماما وقف او شده، در هر شرایطی، در نیمه شب، در نصف شب، در شب، تو قوتشو برو نمایان کنه. خدا
در جستجوی مردان زنان خداست که در خلوتگاه خودشون جون گرفتن، ریشه کردن، شاخ و برگ به هم رسوندن. من محصول این ریشه و شاخ و برگ چیه عزیزان؟ شفاعت، دعا، دعا و شفاعت. در شکاف ایستادن و این خدمتی نیست که باعث بشه تو شناخته بشی، هرگز کسی تو رو نمیشناسه، اما عزیزان، اما خدای قادر مطلق تو رو میشناسه و قوتش رو بر تو نمایان میکنه. چه امتیازی، چه پاداشی از این بالاتر. و از این موقع ها من خودم هم اینطور شده، چرا دعا کنم؟ خدا که همه چیزو میدونه، در کلامش میگه دانه دانه موی من با خبره. وقتی همه چیزو میدونه دیگه چرا باید دعا کنم؟ عزیز جان، از اول کلام خدا تا آخر کلام خدا مسئولیت خدایی با مسئولیت انسانی همراه با همه. در دعا این مسئولیت به هم پیوند میخوره و دست پر قدرت خدا تکون میخوره. و عیسی مسیح خداوند در این مقطع زمانی نیمه شب که طلوع صبح رستگاری کلیسا نزدیکه، عزیزان نزدیکه، میخواد ما رو به سطحی عمیق‌تر هل بده، با این پیام ها تشویق کنه. نه دعا فقط برای خودت، برای که برای دیگران. و عیسی داستانی رو برای ما تعریف میکنه، یک داستان آسمانی که پر از مفاهیم زمینیه. حاضرین با هم بخونیم لوقا باب 11 آیه 5 تا 10 با هم میخونیم. به دیشان گفت: کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست سه قرص نان به من بده؟ کیست که از شما دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده؟ عزیزان همه با هم بگیم نیمه شب، نیمه شب، عزیزان نیمه شب، دوباره بگیم. میخوام هیچ وقت یادمون نره، چون در نیمه شبه که ما فرو میریزیم، در نیمه شبه که ولرم بودن و سردی و بیتفاوتی و یأس و ناامیدی بر ما رخنه میکنه، ولی همین نیمه شب به ما نوید طلوع صبح رو میده. و این مرد در نیمه شب نزد وی آمده گفت ای دوست سه قرص نان به من قرض بده، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم. پس او از اندرون در جواب گفت مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است، بچه های من در رخت خواب با من خفتن، نمیتوانم برخواست تا به تو دهم. به شما میگویم هرچند به علت دوستی بر نخیزد تا به دو بدهد، لیکن به جهت لجاجت خواهد برخواست و هر آنچه حاجت دارد به دو خواهد داد. و من به شما میگویم بخواهید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند یابد، هر که بطلبد خواهد یافت، و هر که کوبد برای او باز خواهد شد. عزیزان داستان مردیه که نیمه شب رفته در خونه همسایه‌شو میزنه و از او سه قرص نان میخواد. نیمه شب، هر موقع این عوارض نیمه شب بر شما رسوخ میکنه، سرهای خود رو بالا نگه دارید و یادتون باشه که رستگاری شما نزدیکه. پدید آمدن یک صبح زمین و آسمان جدید نزدیکه، آسمان و زمینی که در اون شب وجود نداره. و این مرد میگه گنجه من خالیه، یکی از دوستان خودم از سفر برگشته و من چیزی ندارم به او بدم، گنجه من از نان خالیه. عزیزان این داستان من و توه و خدا از این داستان بهره میجویه تا به ما کمک کنه که ما در احتیاجات این دنیا، خانوادمون، دوستانمون چقدر کم آوردیم، چقدر کم آوردیم. ما چیزی نداریم، ما چیزی نداریم حقیقتا به این دنیای گرسنه بدیم. خیلی اسم بشارت میاریم، خیلی حرفا میزنیم، مدیا خیلی فعال داره کار میکنه،
ولی حقیقتاً چیزی نداریم که اونا رو سیر کنیم، اشباه کنیم. با یک دو خادم اونا سیر و اشباه نمیشن. حقیقت اینه عزیزان که امروز وقتی به کلیساها نگاه میکنیم، به گنجهای خودمون، اگه حقیقت رو واقعا بدونیم، رو راست باشیم، صادق باشیم، نگاه میکنیم به کلیسا، جماعت کلیسا نگاه میکنیم، بسیاری از ما گنجهای ما خالیه. ما چیزی نداریم به این دنیای گرسنه و تشنه بدیم در این نیمه شبی که افراد پر از گرسنگی های نامرئی هستن. تمام نقشه های ما عزیزان، تمام مشورت های ما، تمام برنامه های ما، تمام ساختارهایی که بیرون میدیم، تمام رویاهایی که از خدا دریافت میکنیم، تمام اینا میتونه بدون دعا و شفاعت پوچ و میان خالی باشه و ما دائما دور خودمون بچرخیم. باور میکنی؟ ما در واقع بدون وصل شدن به وسیله دعا و شفاعت به دولت آسمان، ما فقیریم. گنجه ما خالیه. ما فقط به وسیله نام عیسی مسیح و دعاست که میتونیم به اون دولت سرشار خداوند وصل بشیم. خداوند میخواد نان آسمانی رو برای ما فراهم کنه تا ما از این زندگی روزمرگی خلاص بشیم. اون اشتیاق و سرزندگی رو به ما بده برای دعا، برای گرفتن نان آسمانی. هیچ وقت یادم نمیره وقتی که تولد تازه پیدا کرده بودم، انگاری به یه برق 220 ولتی وصل شده بودم. من اصلا خدمت نمیدونستم چیه، نمیدونم دعوت، خواندگی، خطاب. فقط احساس میکنم یه اشتیاقی تو من اومده، یک باری، یک چیزی که قبلا نبود، دعا و شفاعت. و این دعا و شفاعت یک اشتیاقی در قلب من به وجود آورده بود که حس میکردم انقدر قدرت دارم که میتونم تمامی دنیا رو برای خداوند تسخیر کنم و هر راهی رو میزدم، در آسمان رو میکوبیدم در دعا و شفاعت. ما در یک مجتمع 30 واحدی زندگی میکردیم. یادم هر روز شروع میکردم برای همسایه‌مون دعا کردم. آپارتمان شماره 1، آپارتمان شماره 2، بچه‌هام صدا میکردم دیگه، میگفتم ما نمیایم. الان شروع میکنی از آپارتمان شماره 1 تا آپارتمان شماره 30. شروع میکردم به دعا کردن، دیدم نه نمیتونم اصلا، نه تو خونه هاشون راه پیدا میکنم، نه ثمری دیدم. توی وایت بوردی بود توی مجتمع مسکونی، دیدم میتونم یه کارایی بکنم که تو خونه اونا راه پیدا کنم. اونجا نوشتم من کمک های اولیه پزشکی وارد هستم، به طور رایگان هر کاری برای شما میکنم، سرم وصل میکنم، آمپول میزنم. و اینطور شد که تو خونه هاشون رفتم و همینطور یکی از اتاقامو برای کار زیبایی و لیزر درمانی از ساعت 9 شب به بعد آماده کردم. عزیزان اصلا خسته نمی شدم، با اینکه دو جا کار میکردم، 4-5 تا بچه قد و نیم قد داشتم. یه عشقی، یه شوری در زندگی من به وجود اومده بود. صبح زود که بلند می شدم، لبیک خدا و من رو بفرست، این سرود رو می زاشتم. و با چه عشقی اصلا، وقتی عاشق عیسایی مثل یعقوب میگه 7 سال کار کردم برای راحیل، هیچ بود، هیچ. اصلا خدمت چیه؟ من فکر نمی کردم که دارم کاری می کنم. همسایه رو دعوت می کردم، هیچ که ایمان نمی آورد. تو کلیدارهای بزرگ، درخت های نخل بزرگ بود. آخر گفتم ببینی، من میام به شباب گلا آب میدم. هر شب می رفتم پشت در همسایه ها، دست می زاشتم رو در رو و گل می دادم به این، آب می دادم به این گلدون ها و براشون دعا می کردم. یه روزی همسایه عزیز ما که کلاس قرآن می رفت، اسمش مهوش بود، اومد گفت خان منوچهری یه خوابی دیدم، یه خوابی دیدم. گفتم چی؟ گفت یه نونی آوردی دادی به من. این نون یک عطری داشت، یک بوی خاصی داشت که من تو عمرم اینو نه بویده بودم نه چشیده بودم. به تو گفتم این نون از کجا آوردی؟ گفتی این نون همینطوری به دست نیومده، زحمت بسیاری براش کشیده شده. و من دویدم کتاب مقدسم آوردم، یوحنا باب 6 رو براش تعریف کردم. این خانواده بعد از مدتی ایمان آوردن، الان فعالیت های خیلی گسترده ای برای خداوند دارن. عزیزان دعای ناتوانی خودتو به توانایی خداوند وصل کردن، وقتی دستاتو به هم میبندی و در اون حجرگاه دعا میکنی، شفاعت میکنی، انگار میگه خدای من دستم بسته است برای این دنیایی که پر از گرسنگی و فقره، اونجاست که خداوند دستشو باز میکنه.
عزیزان برای کمک به تو. گنجه های ما خالیه. اگه میخوایم روی جامعه و دنیا و خانوادهمون تأثیر بذاریم، باید وارد یک سطح عمیق‌تر بشیم. به خاطر غفلت های ما در دعا و شفاعت عزیزان خودمون خالیم. روز به روز داریم پایین و پایین تر میریم و دنیای گم شده داره غرق میشه در ظلمت خودش. عیسی مسیح وقتی ابتدا خدمت خودش شروع کرد، اولین خدمتش بود در لوقا باب 14 آیه 18 و 19 میگه روح خداوند یهوه بر من است، خداوند مرا مست کرده تا فقیران را بشارت دهم و اسیران را به رستگاری دعوت کنم، رهایی دهم. دنیای ما شکسته است و گرسنه و فقیر عزیزان و خدا میخواد که ما در شکاف بیستیم. با وجود تمام احتیاجاتی که در خانواده ماست، در دنیای ماست، من یه موقع احساس میکنم خداوند مثل این استیکرها اینجوری شده قیافش، داره با تعجب به ما نگاه میکنه، متحیره با این همه نیاز چرا کلیسا تو خواب غفلت فرو رفته و هیچ دعایی نمیکنه. و خودمونم عزیزان یه روزی به آسمون بریم، انقدر که دور خودمون چیزای شخصی خودمون چرخیدیم متحیر میشیم و پشیمون میشیم که چرا انقدر کم دعا کردیم. اما چطور به اونا بشارت بدیم؟ چطور به قلب اونا دسترسی پیدا کنیم؟ کلام خدا خیلی واضح میگه با دعا کردن عزیزان، با بیشتر دعا کردن، با در آسمان رو کوبیدن و دوباره در آسمان رو کوبیدن و در آسمان رو کوبیدن و باز هم در آسمان رو کوبیدن. نیست؟ فقط با این دعای مثل عیسی پر از اشتیاق بی پروا که میخواد به دست بیاره. سه خصوصیت داره این داستان زیبا که پر از مفهوم زمین. اولین خصوصیتش چیه؟ شبانگاه. چه زمان خاصی نیست؟ شبانگاه عزیز جان. دومی یعنی در حساس‌ترین زمان اصرار میکنه، خسته نمیشه همجور که رومینا جان گفت. و سومی سه تا قرص نان خواست، دوتا نصفی نخواستا، دوتا نخواستا، مهمون یکی داشت، میتونست یه قرص نان بخواد ولی سه تا قرص نان خواست. بیشتر از اون چیزی که نیاز داشت خواست. الحال او را که قادر است بکند زیادتر از اون چی که ما بخوایم یا فکر کنیم و حسب اون قوتی که در ما عمل میکند. عزیزان زیادتر از اون چی که بخوایم. ارمیا چه دعای قشنگی میکنه. ای خداوند تو زمین و آسمان را با قدرت و توانایی عظیم خود آفریدی. آیا هیچ چیز برای تو غیر ممکن است؟ آیا برای خدا چیزی غیر ممکنه عزیزان؟ پس چرا دعا نمی کنیم؟ چرا در آسمان رو نمی کوبیم؟ عیسی ادامه میده تا درس کوبیدن آسمان رو و ماهیت توصیفی دعای شفاعت رو به ما یاد بده و از سه فعل استمراری استفاده میکنه: بپرسید یا سوال کنید یا بخواهید، هر ستاشو سه تا ترجمه داره میگه، بطلبید، بکوبید، بپرسید، خواستن، بخواهید. عزیزان این مرد به طور مشخص چی خواست؟ سه تا قرص نان خواست. بسیاری از ما اینقدر دعاهامون کلیه، همه بیماران ما رو شفا بده، کلیساهای ما رو بیدار کن، قرصهای ما رو ببخش، که اگه یه موقع هم خدا جواب بده نمیدونیم اصلا کدومش رو جواب داده. عزیزان گوشی هست که بشنوه چی دارم میگم؟ زرنگی هست این وسط که بفهمه من دارم چی میگم؟ آیا تا حالا دعای اینقدر مشخص کردی که وقتی جوابش اومده قشنگ برات واضح بوده در این ساعت، در این زمان اینقدر مشخص و قاطع و با ایمان دعا کردم و جوابش این بوده؟ میتونی بگی عزیزان؟ و دومین بطلبید، داره اشاره میکنه به طلبیدن، استقامت، پشتکاری بدون وقفه،
نه فقط طلبیدن دست خدا، نه فقط طلبیدن اعمال خدا، بیا این کارو به من بکن، بیا برای من این کارو بکن، طلبیدن روی خدا. داوود در مزمور 27 آیه 7 یا 8 میگه ای خدا تو گفتی که روی تو را به طلبیم و من روی تو را خواهم طلبید. چه حسی داری وقتی فرزند تو میاد پیش تو فقط پول میخواد، فقط میگه قربون بند کیفتم، تو پول داری رفیقتم. فقط تو وقتی چیزایی داره پدر مادر میاد به سمتش، نه رابطه ای هست نه حسی هست بین اون بچه بین اون پدر مادر، لیست احتیاجات، چه حسی داری خداییش خدا وکیلش. فکر کنم یه جایی برسی که جون در بیاد، صدات بالا بیاد. چقدر بیشتر اگه تو یه روزی مثل یه کارگر با خدا رفتار کنی. شخصی بگفت میگفت لیست می‌نویسم، یه خونه اینقدی میخوام، پرده‌هاش این شکلی باشه، آشپزخونه‌اش این شکلی باشه. عزیزان خداوند در اون انبساط خاطر شاهانه خودش، ملوکانه خودش به تو خواهد داد، به تو خواهد داد، لیست تو رو به تو خواهد داد. اما عزیزان یه روزی که بنا به رحمت و فیض خودش بخواد جواب دعا رو تو رو نده و فکر کنه اون دعا مثل خاریه تو پهلوی تو، تو نمیتونی دیگه ادامه بدی، تو دیگه نمیتونی در شاهراه مقدس رو دنبال کنی. اگه تو میای کلیسا و دعا میکنی فقط برای آرامش، صلح، سلامتی، آشتی، آرامی، شادی، اگه یه روزی در اون حجرگاه، در اون دعا تو آرامش، شفا، سلامتی نگیری، اون تجربه های حسی از تو گرفته بشه که در نیمه شب ها گرفته خواهد شد، چون خدا داره اون ذریت مقدسشو بالا میکشه و غربال میکنه، سالهاست داره کلیسا رو غربال میکنه، نیست؟ اون حسایی که تو رو قلقلک میده، حسای خوب به تو دست نده، تو نمیتونی عیسی رو پیروی کنی. از اون متاسفانه در نیمه شب حسای بد به ما میاد، گفتم علائمشو نیست، و چقدر تو میستی و غلبه میکنی تا به آخر، چقدر روی او رو میطلبی وقتی در دعا هستی. خدا و سخن بگو، فقط من حرف نمیزنم، تو سخن بگو، اینک فرزند تو میشنوه. در سکوت چقدر نفس او رو شنیدی، چقدر هویت او رو شناختی، چقدر به خاطر وجود گرانبهای او رو ستایش کردی. عزیزان چقدر دنبال او و ملکوت او بودی در هر شرایطی، تو اون چیزای حسی و نمیدونم آرامش و شفا و خونه و پاس و اینا به طور مزید به تو داده بشه. و میرسیم به کوبیدن، کوبیدن در آسمان. چجوری بکوبیم؟ بکوب عزیز جان، بکوب، انقدر بکوب که بندای دست کبود بشه، انقدر بکوب که بندای دست درد بگیره. بکوب در آسمان رو، بکوب عزیزان. اصلا منظور این نیست که دست خدا رو بپیچونی تا به تو چیزی بده، منظور این داستان این نیست، منظور این نیست که خدا رو تحت فشار قرار بدی که به تو یه چیزی بده، منظور این نیست که خدا نمیخواد، خوشش نمیاد که تو رو مستفیض کنه، پر از برکات کنه. کوبیدن عزیزان یعنی که تو بالاترین و بیشترین تمایل خداوند رو به حرکت در میاری که بیشترین برکات آسمان و زمین رو به تو بده، مثل یعقوب که با خدا در اون نیمه شب تا صبح کشتی گرفت و گفت تا منو برکت ندی نمیرم، تا منو برکت ندی نمیرم. از این دعاها رو کردین تا حالا؟ اگه یک بار این دعاها رو بکنین و لذتش رو بچشین، هرگز دیگه از اون دعاهای ولرم، تکراری، دعاهایی که همینجوری فقط میگیم بدون که حس، بدون که کانکت بشه، نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. عیسی داره درس مصمم بودن رو به کلیسا یاد میده، دعای پرشور، دعای
چیره شونده، دعایی که غالب میاد و هر نفسی که میخواد فرار کنه از حضور خدا. و آمین که همگی ما عزیزان آزاد بشیم در این روزها از این دعاهایی که میکنیم، از سردی دعاهامون، از ناامید شدن در دعاهامون. و شاید افرادی باشن که میدونم الان 3-4 نفرن، کاملا دارم میبینمشون که در دلشون دارم میگن من خیلی پرسیدم، من خیلی خواستم، من خیلی دعا کردم، من خیلی طلبیدم، من خیلی کوبیدم، با اشکا در آسمان رو کوبیدم ولی هیچ جوابی نگرفتم. هستن نیست؟ هستن. عزیزان میخوام بگم از تجربه شخصی و تجربه خیلی از قدیسانی که کتاباشون رو خوندم هنوز به یه نوک موهشون نمیرسم. گاهی خدا همون موقع مستقیم جواب میده، گاهی با تأخیر جواب میده، گاهی خیلی با تأخیر جواب میده، خیلی، به طوری که جونت در میاد. 25 سال 27 سال دارم برای یه چیز دعا میکنم. گاهی دعا میکنی و اصلا شاید اراده خدا نیستی جوابی نده، واقعا من نمیدونم، فقط یه چیزو به خوبی میدونم، یه چیزو ایمان دارم. وقتی دعای این چنینی میکنی، روح و روان تو در یک سطح معنوی دیگه قرار میگیره عزیزان. انگار جان تو متصل میشه به وعده های گرانبهای خدا، دیگه به جایی میرسی در اون دعا، یک شناختی از خدا داری که اصلا میگی تا آخر عمرم هم دعا میکنم، روی او رو میطلبم، آسمون او رو میکوبم، فقط میدونم وقتی به آسمان رسیدم منتظر اینم تو چشمای اون نگاه کنم، بگم ای خداوند من خواستم، طلبیدم، سوال کردم چون به تو ایمان داشتم. چون عیسی میگه روزی خواهد آمد روی زمین ببینم آیا ایمانی مونده. این دعاها تو رو شریف طبیعت الهی میکنه. مارتین لوتر رو همه میشناسین نیست؟ یک اصلاح طلب بزرگ بود، یک واعظ نامی بود، یک انقلابی عظیم بود، یک شاهد تاریخی در تمام دوران برای مسیح بود. در طول زندگیش یک حملات افسردگی بر او رسوخ کرد، یک ناراحتی روحی و روانی بر او اومد. کسی که شرح، برای کسایی که میگن ایماندارا افسرده نمیشن ها، یه تابو میدونن. خیلی از کسا رو میتونم اینجا مثال بزنم که چه تاثیر عظیمی در جهانبینی مسیحیت گذاشتن، ولی از نظر روحی و روانی در مقطعی در تاریکی و ظلمت روح روان بودن. ما مارتین لوتر عزیز ما همینطور. و کسی که شرح حال اونو مینوشت، نوشته که مارتین لوتر در این دوران تاریکی همیشه یک سوال داشت، آیا خدا نیکوست؟ کسی که این همه پیروزی ها رو به دست آورد. وقتی من اینو خوندم یاد ایلیا افتادم، 11 تا بود پیروزی که تمام خوندم تو پادشاهان، دونه دونه شمردم. همه ما خیلی راحته برامون بگیم ایلیا افسرده شد، رفت زیر درخت، گفت ای خدا جان منو بگیر. فقط نمیدونیم از قبل زندگی برو چه گذروند. و مارتین لوتر میگه آیا خدا نیکوست؟ اگه خدا نیکوست، آیا خدا برای من هم نیکوست؟ معلومه خدا نیکوست، آیا برای من هم نیکوست؟ این سوال همگی ما میتونه باشه که در نیمه شبهای زندگیمون داریم زندگی میکنیم، مخصوصا پشت درهای بسته آسمون ایستادیم، دعاهای پر از شور و اشتیاق کردیم ولی در آسمان رو بسته دیدیم. جواب این عزیزان، خدا نیکوست. بله خدا نیکوست عزیزان، او بحر من نیکوست، او بحر تو نیکوست، خدا نیکوست. خدا برای من و تو به طور شخصی نیکوست. خدا برای کلیسای آلفا اومگا نیکوست. فوق از فکر و تصور و دعای ما خدا نیکوست. او نیکوست عزیزان.
خدا نیکوست و او به خاطر نیکویی خودش، ایمان دارم در این نیمه شب غلیظ دوران پایانی که نزدیک طلوع صبح رهایی و رستگاری کلیساست، آزادی کلیساست، لشکری از مردان و زنان بلند میکنه که پاشون جلوی سیستم این دنیا خم نشده. یادتونه ایلیا؟ همه میرفتن پیشش، رفت زیر درخت ناامید افسر، گفت ایلیا چی فکر کردی؟ چی فکر کردی؟ تو نمیبینی پشت صحنه چیه؟ 7000 تا دارم که هنوز پاشون جلوی بل خم نشده. عزیزان، خدا در این زمانها لشکری از مردان و زنان خدا بلند میکنه که پاشون جلوی سیستم این دنیا، دنیای رو به زوال خم نشده. خدا مردان و زنانی رو بلند میکنه که در شکاف برای کار خدا ایستادن تا آسمان رو به زمین بیارن. تا چی بشه؟ عزیزان، خدا چرا میخواد این مردان و زنان رو بلند کنه؟ تا قوتشو بر تک تک ما ساطع کنه عزیزان، تا دنیای گرسنه از نان حیات سیر بشه. چرا؟ چرا میخواد این کارا رو بکنه؟ چون که خدا نیکوست، چون که خدا نیکوست، فوق از فکر و تصور ما نیکوست. و خدا در این زمانها قهرمانان شب میخواد. در خودت میبینی که قهرمان شب باشی؟ خیلی ها در روز فقط قهرمانه نیست؟ خیلی کم داریم قهرمانان نیمه شب، چون نیمه شب خصوصیت خاص خودشو داره. در 4 تا انجیل میبینیم فقط یوسف رامه‌ای بود که قهرمان شب بود. عزیزان، وقتی عیسی رو از صلیب پایین کشیدن، خونین و مالین و انداختن زیر دست پیلاتوس بود، یوسف رامه‌ای بود، یک تاجر، یک ثروتمند، هیچ نیازی نداشت که خدا نان و ماهی به او بده، معجزه کنه، دست بکشه روی سر او، قربون صدقش بره یا کارهایی رو براش بکنه، چون عیسی چیزی نداشت که به او بده. خونین و مالین، فقط یوسف رامه‌ای بود که در نیمه شب، در نیمه شب عزیزان، در نیمه شب حتی دنبال تشویق و قربون صدقه و دلار راست شدن این اون نبود که چه مرد قهرمانیه. عیسی رو روی شونه هاش گذاشت، عیسی خونین و مالین رو، یعنی بدن مسیح و عزیزان، بدن مسیح در نیمه شب داره زندگی میکنه. اگه یوسف رامه‌ای نبود، آیا ما قیامو میدیدیم؟ اگه امروز قهرمانان شب بلند نشن، بر نخیزن، روی زانوهاشون بلند نشن، زانوهای ضعیف خودشون رو با قوت نام مسیح قوی نکنن، دستای افتاده رو بلند نکنن، دستایی که بیقیزه نیست؟ دستای بیقیز رو نزد خداوند بلند کنین در دعا و شفاعت. بدن مسیح همجور خونین و مالین در ضعفا، در ظلمت غلیظ خواهد ماند. خداوند قهرمانان شب میخواد. آمین. و ایمان دارم عزیزان، در توی که روی صندلی نشستی، شاید خودتو نبینی، شاید الان در یه موقعیتی باشی، خیلی چیزها داره روی تو سنگینی میکنه، موقعیت خانواده، خیلی چیزها، ولی خداوند میخواد از توی قهرمان شب بسازه، از یک تو یک قهرمان شب بسازه. چند وقت پیش خادمی برای من عکس فرستاد با دوستش که از ایران اومده بود، عکسای خیلی شاد، گفت خواهر نسرین جان یک شنبه نمیتونم بیام، با دوستم داریم لذت میبریم، چه عکسای قشنگی فرد. این دو تا بچه داشتن شادی میکردن، واقعا لذت بردم. گفت نمیدونی چه حسی داره آدم با دوست دوران مدرسش. دیدم خیلی زمان مهمیه که به این شخص که این عشقو داره اعلام میکنه، این شادی رو یه تلنگر بزنم. گفتم عزیز جان، دوست تو خیلی دوست داری، ولی اگه مژده انجیل رو به اون ندی، هرگز خنده های او رو نمیبینی، به جاش ناله های او رو، اشکای او رو در جهنم میبینی نیست؟
اگه میخوای یک ابدیت در حضور خدا باشی، بیشتر از این شادی ها. خیلی خانوادهشون میان میرن ایران. چقدر من دعا میکنم خداوند به جای سوقاتی فقط بیاد بگی مادرم نجات پیدا کرد، پدرم نجات پیدا کرد. یخته خداوند قهرمانان شب میخواد بلند کنه عزیزان، برای خانوادمون، برای کلیسامون، برای جهانی که گرسنه و تشنه است، برای نان حیات. قهرمانان شب میخواد بلند کنه برای شفاعت، که همدیگر رو شونه های ایمانمون بذاریم عزیزان، تو قوت قیامو در ضعفامون تجربه کنیم. قهرمانان شب بیستن، قهرمانان شب بیستن که با هم دعا کنیم، با هم در آسمان رو بکوبیم. ای خداوند، ای قوت من، ای خداوند، ای قوت من، ای خداوند، ای قوت من. چشمای تو ببینه عزیزانی که ایستادن با تمام ضعفاشون، با تمام شاید شکستاشون، با تمام اون نفسایی که یه موقع قلیان میکنه در ما. ای خداوند، تو میدونی که بزرگترین درده. کیست که نخواد که برای تو مقدس باشه؟ کیست که نخواد با قوت تو رو پیروی کنه؟ فقط تو به یاد میاری خداوند که ما انسانیم و چقدر میتونه غلبه کننده بر ما غلبه بیابه. پس در حضور تو میستیم ای خداوند با تمام ضعفامون، ضعفامون رو به قوت تو، ناتوانیمون رو به توانایی تو پیوند میزنیم. دعای خداوند سلیمان رو به یاد میاریم که وقتی معبد تو رو ساخت ای خداوند، قربانی های بسیار خداوند، فقط ستایش نکرد، قربانی های بسیار نزد تو خداوند آورد. خودش رو مثل قربانی روی مذبح گذاشت و دعا کرد، گفت چشم تو به این خانه باشه، چشم تو به این خانه باشه. ای خداوند دعا میکنم چشم تو به این خانه باشه، چشم تو به کلیسای آلفا اومگا باشه، چشم تو به کلیسای محلی ما باشه، چشم تو به کلیساهایی باشه که در این زمانها در نیمه شب تاریک ظلمت دارن زندگی میکنن. خداوند چقدر ضعف به هم میرسونن، چقدر شکست و ورشکستگی رو میتونن تجربه کنن اگه تو نگاه نکنی، اگه تو دعا نشنوی. اما هاشا از تو، چون تو خدایی هستی که فوق از فکر و تصور ما نیکو هستی. خداوند دعا میکنم آهی که در درون عزیزان تو بشنوی خداوند. ای خداوند هرگاه نزد تو دعا میشه تو بشنوی، دستاتو تکون بدی. هرگاه حتی کسایی که میان اینجا تو رو نمیشناسن، تو رو پیروی نمیکنن و نمیدونن، تو سایه روشن تو رو میبینن، فقط دعا میکنم خداوند دعای اونا رو بشنوی و این شنیدن و اجابت باعث بشه به آسمان تو وحشن. دعا میکنم خداوند کلیسای تو به غیرت بیاد، غیرت تو اونا رو برانگیخته کنه خداوند. خداوند هیچ تعلیمی، هیچ کلامی اگه تو باز نکنی، اگه تو منور نکنی، هرگز نمیتونه قلبهای ما رو تبدیل کنه. انسان حرفای زیادی میزنه، اما تویی که باید مکاشفه بدی. از پدر ای مالک آسمان و زمین، تو رو ستایش میکنم و دعا میکنم خداوند قلب یک کودک رو به تک تک ما بدی. نفکر کنیم میدونیم، نفکر کنیم خردمندیم، نفکر کنیم دانا هستیم، بلکه کودکانی که نزد تو هستیم و تو آماده ای که قوت تو در نیم شب بر ما بریزی، که هرچند دنیا در ظلمت و سیاهی و تاریکی داره فرو میره، اما ای خداوند نور تو بر ما طلوع کنه. خداوند روشنایی تو کلیسا رو روشن کنه، قلب‌های ما رو روشن کنه، همونطور که در صبح پیدایش روشنایی اعلام کردی. ای پدر روی کلیسا روشنایی اعلام می‌کنم، روی افکار بسته، روی قلبای توهی پری تو رو اعلام میکنم ای خداوند. روی عزیزانی که دارن اینترنت نگاه میکنن ای خداوند روشنایی بشه خداوند، به یاد بیاریم که ما نور عالم هستیم ای خداوند، و فرمان عیساست که باید بدرخشیم در این دنیا، فرمان عیساست که باید این پیمانه نفس شکسته بشه تا نور عیسی دیده بشه. ای خداوند در نام عیسی مسیح قوت تو بر کلیسای تو
ساته کن که بخواهیم، که بطلبیم ای خداوند، که بکوبیم در آسمان تو رو در این دعای شفاعت، در شکاف بیستیم مذبح‌های ما خالی نباشه. ای پدر جان دعا میکنم قدم ها رو تو برانگیخته کنی خداوند، به یاد بیار اون موقع که خداوند قوم تو چوپون بودن، قوم تو خداوند کشاورز بودن، هیچ چیزی بلد نبودن، فقط تو اونا رو برانگیخته کردی، به هنرهای آسمان پر کردی. ای خداوند دعا میکنم تک تک عزیزات رو برانگیخته کنی در این زمانهای آخر، به اونا آرامی ندی خداوند تا تو را آرامی ندهند با دعا و شفاعت، تا دست تو برای کلیساها خداوند تکون بخوره، تا کلیسای تو بیدار بشه خداوند، به مسیر راه و راستی و هدایت بشه و دنیای گرسنه و تشنه از این نان حیات تناول کنه و جان او در نور و حیات قرار بگیره، چون که تو نیکو هستی خداوند، اعلام میکنیم تو نیکو هستی، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و بدن مجید و مقدس مسیح خداوند بگه آمین. آمین.